تلاش محمد رضا برای تأمین منافع آمریکا در منطقه به گونه ای است که هر دو جناح جمهوری خواه و دموکرات با وجود اختلاف نظر در مسائل مختلف در حمایت از حکومت پهلوی هم نظر و هم قدمند. سخنان سال 1348 نیکسون جمهوری خواه و سخنان 1356 کارتر دموکرات را با هم مقایسه کنید. شما برای ملت خود رهبری نمونه‌ای فراهم آوردید که همه جهانیان شاهد اون بوده و بسیاری از اون الگوبرداری خواهند کرد. ایران به خاطر رهبری عظیم شاه در یکی از بحرانی ترین مناطق جهان جزیره ثبات است. این گونه حمایت‌های آمریکا شیفتگی و انفعال در مقابل غرب را در ذهن شاه و لایه‌های مختلف حکومت عمیق‌تر می‌کند. مقامات دربار در این زمینه گفته‌های تأمل برانگیزی دارند. دریادار آریانپور آن روزها افسر جوانی بود سرشار شوق به میهن، اما شاه استعداد ایرانی را قبول نداشت. دریادار امیر هوشنگ آریانپور، معاون فرماندهی نیروی دریایی در دوره پهلوی. رفتم بررسی کردم از پایین تا بالا و یه گزارش نوشتم. بعد اومدم تو کارگاه یه ماکتم از این ساختم که وقتی میخوام تشریح کنم ببینن راجع به چی صحبت میکنم. تهیه کردم و رفتم پیش تیمسار رسایی. جمله‌ای که بهم گفت، به من هوشنگ میگفت، خودشو خیلی با من نزدیک، هوشنگ شیری یا پلنگ؟ گفتم هم شیرم هم پلنگ. گفت چی؟ گفتم تیمسار من اینو در محل تعمیرش میکنم بدون اینکه بخوایم حملش کنیم به گوام. گفت حالا یه گزارش بنویس من ببرم خدمت اعلیحضرت. گفتم نشستم گزارشی دادم و اینا. رفته بود پیش شاه. شاه گفته بود که این کسی که میخواد این کار رو بکنه کیه؟ گفته بود یه افسر جوونه به نام فلان. گفته بود کافی نیست، بفرستید یه متخصص از امریکا بیاد. شیفتگی محمد رضا پهلوی در مقابل مقامات غربی گاه به حدی می رسید که اعضای کابینه نیز احساس حقارت می کردن. شاه برخی مواقع به مقامات آمریکایی بیشتر از مسئولان ایرانی اعتماد می کرد. دکتر ایرج امینی، رئیس دفتر اشرف پهلوی. مثلا یکی از چیزایی که آدم در خاطرات علم می بینه که واقعا خجالت آور بقیده من این که مثلا فرض کنید آقای کیسینجر وارد تهران میشه، وزیر خارجه میره به استقبالش، وزارت خارجه میبرتش به کاخ، حق حضور در جلسه نداره. خب ببینید یه وزیر خارجه ایران بعد چجوری میتونه روبرو بشه وزیر خارجه امریکا بعدا؟ اون میگه من مثلا وقتی شاعت رو نمیده تو ملاقات، از اون چی کاره ای؟ دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح، رئیس انجمن سلطنتی فلسفه. خب همون وقت من فورا دارم سفیر امریکا رو اخراج کردن از اردن. مملکت کوچولو اردن که از آذربایجان خوشتر، شما باید این کار رو بکنی. وقتی که تا دارم من اتفاقا اون وقت چی بود کار نوارم بودم، شما آمد بیرون گفت ملک کجاست؟ ملک یعنی ملک حسین. گفت نمیدونم مثل اینشون با ماشین رفت. گفت میدونی چی گفت ملک؟ همین جمله رو من که نمیدونم، این تکرار کرد، حرف عجیب و غریبیه، من که نمیدونم چین کاری بکنم. رفت توش. این جریان بود. یعنی اگر یه ملک حسین مانندی بود ممکن با بودی مملکت کوچولویی بود، اصلا هیچ بود در مقابل ایران، اینجوری رفتار کرد با سفیر امریکا، داد اخراجش کردن. هیچی هم نشد. این نیست که شاه فقط نوکر بود. این بحث رو کمونیست ها کشتن پیش. یه مهمترین ابعاد تبلیغ چپی ها همین بود دیگه. اینا مخالف نفوذ امریکا بودن، هر کسی هرچی بگن بودن نوکر امریکایی ها.
ولی یه مقداری هم نوکری میشد، یه مقداری هم نوکری فقط تر شاه نمیشد، چون دو سوم بهترین دانشجویان ما که برگشته بودن از فرنگستون و مقامات محترم ادراک میکردن امریکا تحصیل کرده بودن، اینا بیشتر آمریکوفیل بودن، اینا که به شما گفتم ماساچوستسی بودن. انفعال و وابستگی محمد رضا پهلوی به آمریکا نشانه ها و نمادهای بیشماری دارد که این برنامه تنها مصداق یک نکته از هزاران است. این وابستگی از مرداد 32 تا دی ماه 57 هر روز شدیدتر می شود، به گونه ای که شاه در آخرین ماه های حکومت خود ناتوان از درک علل قیام ملت، عمل به توصیه ها و تأکیدات کاخ سفید را دستور کار اصلی خود قرار می دهد. سفیر آمریکا در ایران این روزها مغز منفصل شاه شده است و به جای او برای کشور تصمیم می گیرد. مقامات رژیم پهلوی، حتی آنانی که همچنان خود را به آن رژیم وابسته می‌دانند، از آن روزها خاطرات تلخی دارند. دخالت آشکار سفیر آمریکا در انتخاب نخست وزیر اظهاری و اطاعت محمد رضا پهلوی در سال 57 از جمله این خاطرات است. دکتر امیر اصلان افشار، مدیر کل تشریفات دربار، سفیر ایران در هلند، انگلیس، آلمان و آمریکا. علازت من چند دقیقه بعد خواستند، رفتم حضورشون، بعد به من گفتن که شما تلفن کنید بگید سفیر انگلیس و سفیر آمریکا میان من ببینمشون. منم تلفن کردم به سفیر آمریکا، گفت بله شهر آتیش زدن، خیلی شلوغه و البته ولی چون صفت آمریکا بالا شهره من میتونم بیام، آمدن. و بعد ولی سفیر انگلیس نمیتونه بیاد برای اینکه صفت انگلیس رو جلوش آتیش زدن و سفیر رفته تو صفت فرانسه. من تلفن کردم به سفارت فرانسه، با سفیر انگلیس صحبت کردم و گفت نه من میترسم بیام، من امنیت ندارم. گفتم ما برای شما یه اتومبیل زرهی ارتشی میفرستیم و بعد رئی یه اتومبیل فرستاد و ایشون هم آمدن. دوتایشون رفتن حضور اعلیحضرت صحبت کردن. بعد از این کنار رفتن اعلیحضرت منو خواست و گفت به ازغاری تلفن کنید که فردا دولت شده. گفتم اعلیحضرت شما که فرمودید اویسی اونجا باشه. با یه خودم با عصبانیت از گفت نه با اویسی کاری ندارم. گفتم آقا الازد از اویسی منتظره که اوامرتون. گفت نه کاری ندارم از سالش. خب بعد معلوم شدش که بعد معلوم شد الازد تحت تاثیر حرفای امریکایی‌ها و انگلیس‌ها قرار گرفتم. روزی که قرار بود اویسی رو چیز کنه که شب قبل صحبتش کرده بود، کارش کرده بود، اول وقت صبح سفیر امریکا اومد به کاخ. روزا هم کاخ بود. سفیر امریکا با سفیر انگلیس یک ملاقات های با شاه داشتن یک روز در میون و ساعت 10 معمولا می آمدن. این حضور چیز سالیوان در دربار در کاخ و گرفتن اجازه از شاه روزی بود که قرار بود اویسی بیاد فرمانشو بگیره. قبل از اینکه اویسی بیاد فرمانشو بگیره علی ساعت 9 صبح سالیوان اومد تقاضا ملاقات اصراری کرد. من رفتم پیش اعلیحضرت. دیگه اینا پیش اعلیحضرت بودن و بعد که اینا مرخص شدن رفتن ماشین اینا رو دوباره برد و مامورین مامدار نظامی بردن. من امیر اصلان افشار اومد گفتش که اعلیحضرت فرمودن که تیمسار اظهاری را احضار کن. وقتی این تیمسار اظهاری را احضار کنین و گفت این هیچی آدم نمیره، این مرحوم خسروداد این کلاش از سرش برداشت و محکم زد زمین، گفت بدبخت شدیم مملکت رفت. گفتیم چی شده؟ من گفتش که اینه نخست وزیر کردن، این شد نخست وزیر. رفت و این اومد و بعد فرداش دیدیم که بله فرمان به نام اظهاری صادر شد. سفیر امریکا در ایران و شاه هفته یک بار درباره طرح‌های شاه بحث و تبادل نظر می‌کردند و تلاش می‌کردند بر طرز فکر شاه تأثیر بگذارند و شاه نیز از این استقبال می‌کرد، زیرا به کسی نیاز داشت که از او حمایت کند و او را در قدرت نگه دارد. از این رو او به توصیه‌های سفیر امریکا گوش می‌کرد. اردشیر زاهدی وزیر خارجه و سفیر پهلوی در آمریکا
به علت تاثیرگذاریش در گسترش روابط پهلوی و کاخ سفید، آن روزها پسر خوب واشنگتن لقب گرفته بود. زاهدی این روزها نیز از عملکرد خود و پهلوی دفاع می‌کند. با این همه در لابلای سخنان او نکاتی وجود دارد که علل وابستگی آن رژیم و به ویژه محمد رضا پهلوی به آمریکایی‌ها را رمزگشایی می‌کند. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه پهلوی، سفیر ایران در آمریکا، سفیر ایران در انگلستان، عضو خاندان سلطنتی. سوال مهمی پیش میاد بعد از صحبت عزیزتانی و مطالعه تاریخ اینه که چطور جالب توجهه که دولتی در ایران با صلاح دید و نظر رئیس جمهور آمریکا سر کار میاد و بعدم به همون طریق از کار میفته. این به نظر شما دخالت مستقیم آمریکا در مسائل ایران نیست؟ اشاد که اینجا نشستن گفتن لنگش کن خیلی آسونه. آدم باید به نظر من همیشه بوده، ولی به نظر من شاید من اشتباه میکردم. اولا من کسی نیستم که بخوام در تاریخ بخوام قضاوت. باید جوانه بدید. ما الان در این چند روزه یک موقعیتی داریم میبینیم که میبینیم که گاهی اوقات استقلال همه درست، ولی باید دید که با ابرقدرت چه میشه کرد. زاهدی معتقد است در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا نمیتوان کاری کرد. با وجود این خودباختگی و هراس عمیق، او نیز معتقد است محمد رضا پهلوی به آمریکایی ها بیش از حد بها میداد. وقتی پادشاه تو کتابش مینویسه که سفیر امریکا آمد، من گفت که من کی برم بهتره، و اون مردی که پدر سوخته ای که من گفتودم از اول نپذیرت، اون مدارک هست تو وزارت خارجه تو دن بل سلوان از خودم هر نپذیردش به ایران. چرا؟ اعلی از برای که آدم بد میدونستمش، برای خب وظیفه سفیر نیست که وقتی که میخوام میدارد به مملکتش بگیرن آدم خوبه دوز سرش با کار برای دوز یک کوچیک اینا رو بعد ما داشته. برای چه آگراما میخوان؟ برای چه اینقدر طولش میدن؟ وزیر یارو میخواد بشه در امریکا یا فرام سناتور بشه، اف بی آی شهروارش هم میکشونه اون زیر چی فشه توش رام تفنگ نباشه شپش نباشه. بنابراین گفتم اعلیحضرت بزرگواری کردن دست خواهد وقتی من طور دارم چرا اینا رو برنجون اینا رو زیاده لوس کردی. هر که خواستن کردن با ایران. ایران یه مثل یه حیوانی بود که رامش کرده بودن، رام بود در اختیار امریکایی‌ها. هیچ وقت شاه در مقابل پیشنهادهای امریکایی‌ها نه نمیگفت، یا نمیگفت اصلاح کنید حرفتونو، یا من بهتر از این دارم که شما میگی. مطیع امریکا بود، از خداش بود که امریکا یه مرتبه رو بگم قربون این پیشنهاد امریکاست. با 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 خب چیه فرام